أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الملك. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد، ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك قوعا وتمتعه فيها قبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام أيام و روزها و ساعات و ماهای سال متعلق است به وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام، و من جمله یکی از ماهایی که منسوب است به وجود مبارک امام رضا علیه السلام، ماه مبارک ذی‌قعده است که ولادت اون حضرت در این ماه ذکر شده است. یکی از بزرگان اهل تسنن او نقل می کند که وجود مبارک رسول خدا فرمودند: ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل فی حسنی امن من عذاب. خب در اینجا کلمه ولایت علی ابن ابی طالب معادله شده است با کلمه لا اله الا الله حسنی. در اینجا بنا را بر این بگیریم که سلمنا امام رضا علیه السلام در اون بخش نوادر عیون اخبار و رضا چنانچه ذکر شده است نفرموده بودند ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فقط و فقط یک حدیث از اون حضرت رسیده بود و اون هم این بود که کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل فی حسنی امن من عذاب. سلمنا حاکم حاکم حسکانی در شواهد التنزیل از پیغمبر اکرم روایت ولایت علی ابن ابی طالب حسنی را هم نقل نکرده بود و فقط یک حدیث می داشتیم، اون هم کلمت لا اله الا الله، همین حدیثی که وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام در نیشابور ذکر فرمودند. همین حدیث باز بسنده بود برای رسیدن به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چرا که اونگونه که امروزه هم میبینید مخالفین اهل بیت، همون خوارجی که در نسلها اینها خوارج بوده اند و امیرالمؤمنین اخبار فرمودند که خوارج، اینها همه اونها از بین نرفته اند، بلکه اینها باقی هستند در اسلاب پدرانشون و ارحام مادرانشون و در طول تاریخ دزدها و راهزنها و گردن زنها خواهند بود، و اینها این خوارج در طول تاریخ اسمها عوض کرده اند که امروز داعشند و الا همون خوارج، سلفیها، وهابیها، ناسبیها، اینها همه همون مسلک خوارج رو دارند. وجود مبارک امام رضا علیه السلام این معرا را به عالم نشان داده است که کلمه توحید به تنهایی پذیرفته نیست، چنانچه الان پرچم دشمنان به مثل داعش لا اله الا الله است، اما این توحید پذیرفته نیست مگر به شرط پذیرفتن نبوت، و نبوت پذیرفته نیست مگر به شرط پذیرفتن ولایت. لذا شاید یکی از اسباب شهادت امام رضا علیه السلام همین حدیث حضرت باشد که در اوائل ورود اون حضرت، عرض کنم حضرت این حدیث رو فرمودن، چون می دانید وجود مبارک حضرت یک سال در سرخس در سجن بودن، اونجور که شیخ صدوق رضوان خدا بروانش در عیون اخبار و رضا ذکر می کند، هم کانف سجن هم کانف القید، هم حضرت در زندان بودن هم حضرت در زندان به مثل پدرشون آقا موسی بن جعفر در قل و زنجیر بودن وجود مبارک حضرتشون، و وقتی بعد از ماهای متمادی قریب به یک سال مردم اصرار کردند به خلیفه پس این ولی عهد تو چه شد، وقتی خواستن حضرت را از اون سیاه چال بیرون بیاورند که ذکر شده از حضرت اوقات رو در اون سیاه چال به علم امامت می دانستند روز و شب را،
حضرت را با انواع روغنها بدن مبارکشون رو مرطوب کردند که قدری وجود مبارک حضرت قابل رؤیت باشد برای مردم و مردم ندانند که اون حضرت در قل و زنجیر و در زندان بوده است. یکی از علت مصائب اون حضرت شاید همین تقیه نکردن اون حضرت که امر مهمی است و محل تقیه نیست در باب ولایت اهل بیت، مخصوصا ولایت جدشون امیرالمؤمنین باشد. سلمنا که روایت در باب نوادر تحت عنوان ولایت علی ابن ابی طالب از اون حضرت ذکر نشده باشد و حتی در کتب مخالفین به مثل حاکم حسکانی از پیغمبر اکرم ذکر نشده باشد ولایت علی ابن ابی طالب. در همین یک حدیث که حضرت فرمودند کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی، حضرت تمام اذهان رو متوجه فرمودند، مکسی توقفی در کلام حضرت حاصل کردند، پیوسته ادامه ندادند، ناقع چند قدمی حرکت کرد، اونگاه وجود مبارک حضرتش سر از کجاوه بیرون کردند به جهت اینکه تمام اذهان را متوجه کنند. اونگاه فرمودند به شرطها و شروطها، یعنی پذیرفتن توحید شروطی دارد و انا من شروطها، و این من تبعیض است، یعنی از وجود مبارک پیغمبر اکرم شرط پذیرفتن توحید است، تا امام دوازدهم و من امام هشتم من شروطها. یکی از عرض شود شروط پذیرفتن توحید پذیرفتن ولایت من امام هشتم می باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عجب اینجاست که با این جبروتت شده ای زامن آهوی بیابان، و عجب نیست همان آهوی وحشی که تو زامن شدی از لطف و کرامت، شود زامن مردم به قیامت، شود زامن مردم به قیامت. سلام ای پسر حضرت زهرا، سلام ای پسر حضرت زهرا، سلام ای پسر حضرت زهرا.